در فیلم قبلی ما نشان دادیم که چگونه فلات‌های لاین، سرفیس و والیوم را ایجاد نمایید. در این آموزش ما به شما چگونگی ایجاد یک فلات برداوی در کامسول مولتی فیزیکس را نشان خواهیم داد. فلات‌های برداوی ابزارهای قدرتمندی برای به تصویر کشیدن توزیع میدان‌ها در نتایج شبیه‌سازی می‌باشند. این فلات‌ها برای به تصویر کشیدن کمیت برداوی در فضای سه‌بعدی به وسیله یک فلات برداوی حجمی روی یک سطح با یک فلات برداوی سطحی یا روی یک خط با یک فلات برداوی خطی استفاده می‌شوند. این فلات برای بسیاری موارد مثل سرعت‌های جریان سیال، میدان‌های مغناطیسی، انتقال ذرات شیمیایی یا گرادیان‌های دما مفید می‌باشد. در اینجا شما می‌توانید ببینید که ما دوباره مدل هیتسینک را که در فیلم قبلی دیدیم باز کرده ایم. این مدل حاوی یک هیتسینک می‌باشد و این قطعه در داخل یک جعبه که نمایشگر دامین هوا است قرار دارد. در این مدل هوا میان پایه‌ها جریان پیدا می‌کند و هیتسینک را خنک می‌کند. و فلات برداوی که در اینجا می‌بینیم جریان سیال هوا را که از طریق دامین هوا وارد می‌شود و در سرتاسر هیتسینک وزش دارد و نشان می‌دهد. من می‌خواهم گروه پلات که ارو پلات زیر آن است را توسعه دهم. من این را دلیت می‌کنم و ما شروع به ایجاد آن از اول می‌کنیم. پس اکنون ما ارو پلات را دوباره ایجاد خواهیم کرد. ما می‌توانیم این پلات را به دو روش اضافه نماییم. از طریق زبانه ریزالتس در قسمت بالای دسکتاپ کامسول یا از طریق خود گروه پلات. بنابراین من به زبانه پلات تمپرچر HT می‌روم و ارو والیوم را انتخاب می‌نمایم و این کار یک ارو والیوم به پلات تمپرچر HT اضافه خواهد کرد. به خاطر آنکه این پلات حجمی میباشد، تصمیم ما سه‌بعدی خواهد بود، اما یک ارو سرفیس روی سطح‌ها یا مرزها ترسیم انجام می‌دهد و ارو لاین روی لبه‌ها ترسیم انجام می‌دهد. اکنون تنظیمات را